خودشه. مشتاد؟ نه داره دور میشه. خطای دیده عزیزم بای شده. برگردم با خیلی محترمانه بر نمیگرده. قرص خورد خوابید. گفت وقتی چشام باز شد میخوام خونهش مسدادات باشم پیش مامانم. هر کی میخواد بلند صحبت کنه بلند صحبت کنه، مامانی بیدار نمیشه. روزگار غریبیه. خب میگه بلند صحبت کنه بی نداره، روزگار غریبی نیست. خنجر نیست، بادش در رفته. گذر اصلا سلعان نیست اینجا بمونم. الان فصل گرگه. خودم میمونم کشیک میکشم. من پاش بیخته خیلی سگم. سگ گرگو حریفه. آره بابا این آقا به روز بعض وقتا اینقدر سگه. تو واسه این کاروانو ول کنم پیادشم با ما بیام. به کی؟ اصلا خال احترام نمیخواد با ما بیام. خب بابا اشتباه کردم. حالا چیکار کنی؟ ببریم عمر پاسکا. ببریم عمر پاسکا. این تا پاسکا رو که میره. ها؟ خاله رو ببریم پاسکا تحویل بدیم رسید بگیریم. بابا این امیر خیلی حرف مفت میزنه. حیف که جد آباد خودم هست. وگرنه بهت میگفتم حرف مفت خودت میزنی و جد آباده. ترکیر! پاسکا یعنی جاده مدرسه. فهمیدی؟ بابا این اینو قبل باید داری تو اونجا برسه دیگه. من دیدم خوابه. پاسکا بهتره. نیسان از جلو میره، ما هم نم نم پشت سرش را میفتیم میریم. هر کی داداش و برادر و خواهر و عمه و پسر عمه و پسر خاله و باجناق و آیزنه میفهمه را میفته میریم. چیکار کنیم بریم؟ پس بخوابه. همش دعوا دعوا. آوردین اینجا چیکار؟ ولم کنین به حال خودم باشم. تا دیدین من خوابم هر کاری دلتون خواست کردین. آره من این کارا چیه که تو میکنی؟ بیا با هم برگردیم باغ. ما همه دوست داریم تو پیش ما باشی. من با تو قهرم.
قهر میدون یعنی چی؟ یعنی نباید با من حرف بزنی. احترام خانم. با تو هم قهرم. هوشنگ خان. خواه. با منم قهری. تو رو که اصلا داخل آدم حساب نمی کنم. مامانی ما به دلایل گوناگون نمیذاریم شما بری تهران. حالا یا برمیگردیم باغ یا همینجا میمونیم. من دلایل گوناگون تو یکی رو خوب میدونم چیه. به هر حال مامانی من لاستیکو گرام میذارم پیش دایی برام اینا. پیشتون میمونم تا تصمیمتون عوض شه. ولی از رفتن خبری نیست. یک کلام ختم کلام. همه گی هری. نگاش کن حالا دیگه تنها یادگار آقا فراز همین رینگ وره و همین لاستیک پاره است دیگه. ای جوونی، ای علامه، ای احساسات، ما که دیگه این برنامه رو گذاشیم کنار. من برم پیشش ماما؟ عزیزم خلوتشو خراب نکن. خلوت اینجا خراب شده نداره، خلوت خدایی هست. مادر رفت، احترام رفت، بیژن که نیست، یه خلوت واقعیه. پس من برم پیشش. عزیزم میگم خلوتشو به هم نزن دیگه. نگاه داره با خودش صحبت میکنه. آره یا با خودش یا با خره. خیلی با خر صحبت میکنه. طفلی بچه. ای داد بیداد، داد بیداد. یه بیلچه میخوای تو این لاستیک گل بکاری؟ پاشو این لاستیکو ببر اون خاکا رو بریز اون گلدونو توش بکار. تو هم گریه نکن عزیز دلم. مامان کجاست؟ اونم از من بدتره. قرص خورده خوابیده. سرمه از قر متنفرم، از قر متنفرم سرمه. میدونم من همه رو دوست دارم، شما رو دوست دارم، مولی رو دوست دارم، همین رو دوست دارم، همه رو، همه مهرم رو دوست دارم، مامانم رو دوست دارم، میدونم همه ایترام رو دوست دارم، خیلی دوستشون دارم. من فقط خودم بدم میاد. نه عزیزم ما هم تو رو دوست دارم. قربونت برم عزیزم. گریه نکن. خیلی بدم میدونم. گریه نکن. ببینی من میگم این لاستیکو بذاریم جای کاروان که از نظر معنی احساسات به اصل منظور نزدیکتر باشه. یعنی هم احتمال وقتی اومد ببینه بر جای خالی کاروان سبدی از گل نهاده شده است تا منظور شهرناز راحت‌تر بفهمه. دور تا دورش هم سنگ میچینیم و انواع اقسام گلای مختلف توش میکاریم. بیلو بده من فردا میخوام برم تهران لنگه لاستیکو بگیرم. که بعدش چیکار کنیم؟ که چیکار کنی بابا؟ که بعدش برم پیش احترام و لاستیک بندازم زیر کارم. بابا ببخشید، مگه شما با هم قهر نیستی؟
مگه نگفت سر خاکم هم نیایی؟ اه گفت دیگه. و شما چطوری فکر میکنم قبول میکنه لاستیکو برش ببری؟ قبول نمیکنه بابا. و چرخ کاروان اگه را بیفته کاروان رو برمیدار میره تهران، دیگه دسترسی بهش غیر ممکن میشه. بابا امیر راست میگه دیگه. خب اگه این کاروان بدون چرخ بمونه که امیانا به ما نزدیکتر میمونه. خب اگه من نبرم احترام بالاخره لاستیک جور میکنه. آره ممکنه که محلم نذاره، ولی من این لاستیک رو میبرم پیش احترام. شاید به باطن پنجتن آل عبا کار به آشتی بکشه. خب شما یه کاری بکنید، شما لاغر رینگشو بردارید اینو بذارید باشه، ما توش گل بکنیم بذاریم جای خالی کاروان. خب شاید ایشالله سبب آشتی شما بشه، هم سبب ازدواج آقا فراز شهناز بشه. به قول مامان بزرگ در خوبی به کم قانع نباشین و در مصرف عشق صرفه جویی نکنین. اینو مامان بزرگ میگه. باشه توش گل شمدانی و محمدی به کار، دورش هم بنفشه بشین. باشه باشه. من شهامتت رو تحسین میکنم برام جون. احترام خانم موقعی که متوجه بشه این همه آدم به یادشه. آقا نکن. میگفتم احترام خانم وقتی متوجه بشه این همه آدم به یادشه یعنی تحت تاثیر قرار میگیره، با داداشش آشتی میکنه. به همین سادگی. آره به همین سادگی. بابا مردان پر احساس، مردان عاطفی، مردان بزرگ تاریخ خانواده گلکار. ثابت کن مجمعی. چطوری دایی؟ بذارید من جز به جز ماجرای فردا رو واسه تون شهر بدم. دایی بهرام که رینگ و لاستیک گرفته میره دم کاروان، میگه سلام خواهر، اما خاله احترام جواب سلامشو نمیده. سخناتت شنیدیم آقا رضا، بس دیگه. بیا برو یه گونی کود حیونی برده بریزیم پایینا. بعد دایی بهرام که بهش برخورده ناراحتیشو میریزه تو خودشو، یه لبخندی میزنه میگه خواهر من واسط لاستیک گرفتم، من واسط رینگ گرفتم، اما بازم خاله احترام جوابشو نمیده. آقایه من میدونم، من میدونم. بس داداش بس. بعد دایی بهرام بغض گلوشو میگیره چون دوتا حرف با محبت زده، از خودش، از غرورش، از شخصیتش خرج کرده، اما خاله باز جوابشو نداد. بعد دایی بهرام با بغض میگه خواهر ما باید پشت همدیگه باشیم، اما خاله احترام میره تو کاروان و درو میبنده. بعد دایی بهرام عشق چشاشو میگیره و سوار فلوکس میشه و برمیگرده. اینه قصه فرد. اینه رضا جون. دایی شما خوابت نمیاد؟ شما هم تنت خودو به تن این آقا شیکه؟ چیه؟ آدم نمیتونه دوتا حرف بزنه اینجا؟ حرف یا مفتم تحملش خیلی دشواره پسرم. پدر من نمیشه با یه گلدون، با یه رینگ، با یه لاستیک، با یه قطره، با یه دریا یه خسته رو بشوریم بره. من اعتراض دارم به این موضوع. بشی بینیم بینیم بابا. خب بذار بره، غرورش خورد کنه زیر پاش به خاطر خواهرش، تو چشاش عشق جمع بشه، بشکنه خودشه. تو هم وقتی دو نفر با هم قهر کردن سخنرانی کن و اعتراض کن. داداش ایزه نده این حرفو تو قلبت نفوذ کنه. آره بابا این بچه زبون درازه، بی خیالش، ولش کن. من میخوام برم بخوام. شما نگران نباشید، فردا صبح یه رینگ و یه لاستیک تهیه میکنم. امیر. بله. تو هم صبح زود بیدار شو با من بیا. بله.
زبوندار شدی؟ حرف یومیتو بلد نبودی بزنی؟ حالا برای من سخنور شدی؟ پس جبر گروه تکم کن برای من روز من سابق بار بودم دایی دبه دیگونه چی کار کرد؟ بفرمایید. سلام. سلام علیکم. سلام علیکم آقای شیرازی. بله بفرمایید. من پسر عموی ابراهیم گلکار هستم. زنگ زد خدمت تو. زنگ زد بله. لاستیک کاروانو آماده کردیم برای الان آماده شو کنم مثلا در شکر در دقیقه صبر کن آماده میشه. ممنونم آقا پسر. قربونت برم آقا پسر. امیر دست مال مردم هر یکیش مال یکیه. همینجا بفرمایید. آقای شیرازی میگم خیلی زحمتون دادیم. ماشاءالله امیر بفرمایید. امیر میگم دریایی بفرمایید. لاستیک بادی ماشاءالله. بفرمایید. الان مثلا پیداش میکنم. قربان شما. اونه جاده رو خیلی دوست دارم. روز اول که از اینجا رد شدم چشام بسته بود. مونیره میگفت 200 کاج داره. من باور نمیکردم. من تو این جاده خاطره ها دارم. بابا نکنه از این میترسی که امیر ترام یهو تحویلت نگیره بگه لاستیک ماستیکا رو نمیخوام. نترسیم حرفای دیشب این رضا رو تاثیر نذارم. بابا قوی باشیم. قوی باش مرد. قوی. امیر جون یه خورده کمتر حرف بزن تا حواسم به رانندگیم باشه. باشه. بگی بالا، بگی بالا در نمیاد. برام پنجره. بگی بالا. حریفی شده زیاد نباید تو شاده کنم. سه جمعه. حالا دمشقی هم خیلی مهده. همه کام. اومده من نکشی باشه من سر خیلی بهش گفتم قوی باش. قوی باش من روش از سر مصبت گذاشت. به خدا. امیر جان بوده. حالا. خواهر. این دنیا دو روزه. دو روز هر چی فکرشو کردم دیدم ارزشیشو نداره که من بهرام گلکار با خواهرم قهر داشتم. قهر اومدم خواهراشتی. ببین درسته که مادر رفته و تو دلتنگشی، ولی خواهش میکنم برگرد باق. برگرد باق. من میرم با مادر صحبت میکنم که برگرده. من همینجا جام راحت نمیام. پس قول میدی که همینجا بمونی و جایی نری؟ شاید نظرت عوض شد. دستت هم درد نکنه این لاستیکا بردی. پاها داشتیم، خیالت راحت. ببین خواهر، الان همه دور هم هستیم. شاید این فرصتی باشه که همه با هم آشتی بکنیم. ببین اگه تو بری، اوضاع میشه عین سابق و خواهش میکنم نرو خواهر. حالا شایدم رفتم. بذار فکرامو بکنم. خواهر میدونم آشتی بعد از یه مدت طولانی قرق سخته، ولی من کاری میکنم که اونا پا پیش بذارن. ببین خواهر، فقط تو قوی قوی قوی. شلفتی؟ شلفتی؟ قوی باش. سلام شاو. بابا دمت گرم. دمت گرم. خیلی مردی. دمت گرم. دمت گرم. آشتی کردی؟
خب بچه ها، حالا کیه صدا کنن پای تخته که این مسئله رو حل کنه؟ خدا رو خوش بیاد. تو گلکار، بلند شو، تو برو پای تخت، سریع تر، برو دیگه. این خوبه. آروم بچه ها، آهسته تر، آهسته تر، شما آروم، آروم، آروم. برو خونه تو. خانم فرستم من لش کنم. نمیخواد، برو. با فرصت هستی شما، شما لش کنم. گفتم احتیاجی نیست، بفهم. برو چه خبر؟ خیلی چا کردی؟ کجا میری؟ یه مرخصی گرفتم. بابا بیا سواش خودمون میرسونه. مزاحم نمیشه. بابا خودمون نکردیم به جون خدا. بیا چای بابا بخور اگه قابل میدونی. نه مزاحم نمیشه. بیا بریم باغ، ما خودمون اونجا وسیله داریم. خودمون میرسونه چا. نکردم. بیا پر بالا. بگم ما مردی که بزنی تو پیاده بدی. بپر. ارباب پدرت منو لای منگره نذار. من از دیشب تا حالا خواب به چشمام نیومده. من پولی ندارم. یه باش کپرمکن هست تو دست بالم که مال مردمه. حق فروشش ندارم. باید برگردم به صاحباش. صاحبشم یه آدم لات چاقوکش زبون نفهمه. که ببین، یا باید پولیشو بدم یا کپرمشو. که اگه بفهمه که اونجا بارا کشیدم ها میاد منو میکشه. ببین سوهلا، میگم میکشه یعنی واقعا میاد میکشه ها. سلام یاد بفرما. خیلی متشکرم. شکر بذارم مشارتم. خواهش بذارم. خواهش بذارم. میکشه واقعا. من وضعی ندارم اینها اینجاست. ببین یه سهمه از باقی مادری دارم. اربا مادره بذارم من برم چه کسی کارم. بگم باقی بفشن دیگه. ببین تو که همه جامعه کنه من بلدی که اگه من نیومدم برو پیش زنم بگو من رو گرفته به خاطر پول. ها؟ سهلا بذار برم، خواهش میکنم. هر بار پدر دو انگیر نده، بذار برم. برو. من خودم پیداش کردم واسه خودمه. من همایون بود اون چه حالم مرده، حالا واسه منه. نه مرده که بابا، رفته بر میگرده بعد میاد سراغش رو میگیره حال منو میگیره. فعلا برا منه. من که خر نیستم. حالا کی گفت خری تو؟ امیری بود بهش بود اومده چرا؟ دشباله بود دشباله دشباله برده دیجا چکا میره نامرد
بابای امیره خیلی نامرده رفته دژبانو برده. دژبانه که ای بابا نوشیما جون، من صبح رفتم ترمینال و اصیله جی نمید برای خوبی که هستن اینقدر شلوغ بود که بیا و ببین ایسی بیان، اوی ایسی بیان چیزی میشنوی از شلوغی بلاخره روغ نمیگم جون بیجن بدونی، من پدر این بچه هستم دادم میخواد وظایف پدریم رو خدایا خسته شدم چی بگم من این فردا جا تو عوض کنم یه امن خوب پیدا با بابا چون موقعی امیر کسافت لوم داده ها بشین با من اینجا نمیمونم ها من اگه بمونم میمیرم نمیرم هم دیوونه میشم باشون بریم خارج از قبرستون سردر رو بردیم چه تعمو جون حالت خوب نیست داداش اقل کمی زشتی بقیه هم میمادم با بقیه هم یه مشورتی میکردی آخه یا میخواید بذارین برین کجا یعنی چی؟ بابا اینی که اومده بود اینجا رفیقم بود دژبان نبودش تو خفه شو تو دیگه خفه شو باش بس میگه بابا توی خفه چرا من اینقدر بدبختم پدر برده من تو الان کجا ببرم بابا جون بابا بهت گفتم منو ببر خارج نبردی حالا نمیگم منو ببر خارج که میگم من از اینجا ببر اگه الان نبریم باید بیه قبرستون دنبالم ها امیر برو به عباس آقا گو سعی بدین جای ما رو ببر یه جایی باشه بگو اورژانسیه در تو باشه هر روزه باشه خودو باشه چشم لازم نکرده تو بری خودم میرم خم برم علنگه بای غرم میلنگه خم برم علنگه یار غرم میلنگه میبینی داداشت حال نداره هیچی نگو ای بچه شهر روز ماما ساکت باش ساکت باش کاش که خوشگل نبودم همچین خوشگل هم نیستی بابا جا بابا ساکت باش شما خوشگلی من بدبخت و بدگل روزگارم بابا بابا خوشگلی بیجن بریم یه دوشته و بچه رو ببریم شهر روز ماما پتو رو بکش بخور شهر نازین رو بکش ای بابا بابا بچه ساکت باش دیگه برای بابا ببینم چه خیلیات سهر بیزن بابا بابا چیکار داری میکنه؟ انگار یکی رو پیدا کرد بابا سب کن ببینمش بابا میخوام ببینم چی میگه داره میگه سب کنید الان با تو میام چی الان با اون میفرسه
میگه یه جایی رو سراغ داره برای زندگی کردن، خیلی عالی و باشکوه. یک تو رو خدا آخه یه جای خوب پیدا کرده. آدم نیستی؟ با اون ترس دو رکیت بارو در بدرمون کردی؟ دیگه چیزینم آقا اینو بیشن بلش کن چشم سزایی کسی که دروغ حکی میگه میرم لبه مرز دنبال کار فانفار و دست خالی برمیگره چاخان پاخانم تحویل آدم میده همین که بیفته به این بس چی؟ بارو نمیدم ای پسر من پدر تو هستم نوکر پدر نیستم اوکی خودت هم نیستم چیه؟ ها شدی؟ شما بی خود کردی اصلا منو به دنیا آوردی جب حالا که به دنیا آوردی باید خرج رو هم بدی چیه؟ لاغت فهم کنی نمیدونم بخواد اینکه پول فانفار رو ندی من رو نمیفرستی بابا اصلا آقش کنید آقش کنید که خیر نبینه آقش نکن تو رو خدا آقش نکن مادر من منو آقم کرد که این شده روزگارم جلو مادرم وایسادم گفتم فقط این آقش نه نفر اینجا ای؟ میخوام برم بیا بسی زهره کنی بمشه کنی من بیدارم ها مامان جون منم بیدارم با قرص خواب به آدم نمیچسبه شاید پاشم یه قرص دیگه بخورم خوابم عمقی بشه مامان حالا که ما اومدیم اینجا یعنی دیگه من مدرسه نرم؟ یعنی میخوای نری؟ آخه من به آفراز قول دادم نمیتونم بزنم زیر قولم که خودم میبرمت باشو حاضر شو مواظب باش اینا بیدار نشن بعد از ظهرم خودم برات میگردونم شیش پنج چهار سه دو مامان چیکار میکنی؟ چرا چشاتو بستی؟ مامان جان تو فراز به هم میرسی تو گفتی مامان دستام شد یک خیلی مهمه میرسی موسیقی
هر روز با سرویس می رفتی مدرسه. حالا ببین چه روزگاری پیدا کردی. باید پای پیاده بریم. من طبیعت که خوبه. بله خوبه، واسه کسی که دلش خوش میشه. البته دل تو که خوشه. این گلها رو واسه معلمتون کندی؟ مامان شما که میدونین من این گلها رو برای کی کندم، پس برای چی گوشه میزنین؟ مگه شما خودتون نگفتین اینجوری کردین بعد برگشتین گفتین که ما به هم میرسیم؟ بله گفتم میرسیم، ولی نگفتم که دختر واسه پسر گل ببره. بندازشون دور ببینم. مامان من این گلها رو که برای آقا فراز نکندم، برای عمم کندم این گلها رو. بعدم دیده آقا فراز الان که تو کاروان نیست. نیست؟ نه. سرکار 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 بیا بیا. گفتی نیست دیگه ها؟ بله مطمئنم که نیست. صبح میره تو ساعت 10. خوبی؟ سلام. حالا شما خوب؟ منوادت خوبه. ممنون مرسی. ببخشیدا این پسره هست موفرفریه که با مادر بزرگش توی اون کاروانه. الان نمیدونی کجاست؟ رفته بدوه اون پشتا پشت کوه. رفته بدوه. تشکر. خداحافظ. مرسی. من که گفتم نیست. برای الان با هم میریم تو کاروان، این گلها رو میدیم به عمه، این خودش مقدمه میشه برای آشتی، گل دلشو نرم میکنه. ببین خودت میری تو کاروان این گلو میدی به عمه. من یه بار رفتم تو کاروان برای 7 پشتم بسته. شرمندم که صبح به این زودی بیدارتون کردم، داشتم میرفتم مدرسه گفتم بیام یه سری بهتون بزنم. بیدار بودم. اون فنجونو بده من، فلاکس هم بده برات یه چایی بریزم بخوری گرم شی. فراز هم رفته اینجا قدم بزنه. وای که این آقا فراز حتی با پای گشت گرفتم این عادت را رفتن سوگایشون رو از دست نمیدن. در جریان این اخلاقشون هستم. آفرین. این سربازا اینجا گفتن گیاه بومادران هست، رفته هم قدم بزنه هم برای من بومادران بچینه بیاره دم کنم بخورم برای مریضیم خوبه. خیلی مهربونن این آقا فراز. همه کارشون دوتا خاصیت داره، هم ورزش هم بومادران. حالا شاید این گلایی هم که من چیدم بومادران باشه، کسی چه میدونه. میخوای شما بدینشون به آقا فراز، ایشون ببینن بالاخره بیشتر میفهمن دیگه. ببینم تو چند سالته؟ والا من الان 17 سالمه، ولی چون یه سال رد شدم 18 سالمه. یه سال رد شدی شد 18 ساله. واقعا صحبت های آقا فراز بود که رو من تأثیر گذاشت، وگرنه من قصدشم امسال ترک تحصیل کنم و رفوزه هم می شدم. چرا مامانت نیمد تو؟ مامان روش نشد بیاد، یعنی ترسید مثل اون دفعه شما بیرونش کنی. آخه مامان من خیلی مغرورمه، اما به خاطر من خودشو خورد کرد اومد پیش شما که صحبت کنه. اما درسته که بابای من با شما قهره، یعنی شما باش قهرین، ولی خب این چه ربطی به ما داره؟ من دیگه باید برم مدرسه، آخه به آقا فراز قول دادم که درس بخونم. اما درسته که میگن گل دل آدمو نرم میکنه؟ چه میدونم اینجوری میگن. اون گلا رو نندازین دور، بذارین آقا فراز بیاد ببینه. اگه بومادران بود که دم کنید بخورید برای مریضیاتون خوبه، اگر نه بعد بندازینشون دور. من دیگه باید برم عمه جون. قربونتون برم، مواظب خودتون باشی. برو عمه جون. خدافظ. خدا. خسته نباشی، رفتم برای مامانی گیاه سیده گیاه داروی میخوایم بدونم
تارو بی تارو خسته نباشی یه بالا برسی نه مزاحم نمیشم تارو میگونی بی تارو تارو نگم یه بالا آقا ممنونه ای بابا با اجازه رفتم برای مامانی من خواهی گیره دارویی چیده زحمت شد واقعا دستتون درد نکن به سلامت ممنونه مرسی بفن مامانی این گیاهای دارویی واقعا معجزه میکنه به خصوص اگر تازه باشه یه چربی از خودش ساطع میکنه که جوهر اصلی دارو رو در اختیار مصرف کننده میذاره البته وقتی که میجوشونی ممکنه یه مقدار چرب باشه اما همین چربی یه ماده عالی برای تنظیم شیمی بدن به خصوص کبده عمده تأثیر ناراحتی‌های عصبی رو بدن رو کبده شنیدی میگن فلانی جیگرش خون بود جیگرش حال اومد همون کبد رو میگن دیگه آره وقتی که آدم عصبی میشه ناراحت میشه اولین جایی که تغییر میکنه کبد خیلی حساسه حالا وقتی شما این گیاها رو بجوشونن براتون و جوشوندش رو بخورین انگار نه انگار که یه شوهر اذیت کنی دارین که پدر بزرگ بنده است انگار نه انگار که در غم دوری مادرتون به سر میبرین آروم آروم میشین خونسرد خونسرد رها خودت اول یه استکان از این جوشونده بخور که جگرت از من خونتره شاد اومد یه ساعت پیش دختر بیژن اومده بود اینجا اینم آورد صبح اومده بود بره مدرسه اینجا سر راشه یه سری اومد اینجا تو نبودی رفته بودی واسه شفای جگر من از این بوته‌ها بکنی این هم حتما واسه تو آورده دیگه واسه جگر من که نیورده بگیر بلند شو لباساتو جمع کن برو بلند شو برو دیگه اینجا کاری ندارم من بمونی یه قرص باید بخورم که اونو خودم سر ساعتشو میدونم میخورم یه فشار خونم باید بگیرم که خودم دستگاهش هست بلدم بگیرم باشو برو سر رات به این سربازا بگو هر وقت خونه مادر بزرگم چراغش روشن خاموش شد برین یه سر بزنین حتما حالش بده اگه اومدن که خیر ببینن اگرم نیومدن که وظیفه‌ای ندارن هر وقتم مردم که مردم مرگ حقه پاشو برو مادرتو برده بیار بابای خیر ندیده دخترم راضی کن که بگیریش یه وقت پیش خودت فکر نکنی که مامانی پیر شده بد شده ها مامانی از همه مهربون تره نمیخوام نفرینم کنی که اونی که میخواستی بهش نرسی فکر کنی من نذاشتم پاشو برو لباساتو جمع کن برو مامانی یعنی چی دیگه اینجا نیام همینی که گفتم مامانی من نمیفهمم ما چرا نمیتونیم همه چی رو به شکل معمولی برگزار کنیم ها؟ بلند شو برو اعصاب منو له نکن مامانی میدونی چیه من اصلا اون دختر رو نمیخوام برای من فداکاری کنی پاشو برو بلند شو یالا تا بیرونت نکردم بلند شو برو Thank you.
سلام علیکم. این نوه من وقتی رفت بله یه صد که گذشت بله. قشنگ از اینجا دور شد بله. به این سربازات بگو برن یه وانت زوردار بگیرن بله که بتونه این کاروانو بکشه. چشم. منو ببره تهران. چشم. خیر ببینی. خواهش میکنم. امر باشه. با اجازت. خداحافظ شما. باید یه مش بگوبم به دلم، نه مادرم رو بخوام نه هیچکی دیگر رو. باید تنهای تنها باشم. من میتونم، طاقتشو دارم. نه میخوام کسی منو بخواد، نه من کسی رو میخوام. تشریف بیارین. من نمیرم تهران. پس کجا میری؟ باغ گلفا رو بلدی؟ اونجا باغ مادر منه. من میرم پشت باغ. تو باغ نمیخوام برم. پشت باغ یه دیوار خرابه هست. از اونجا بیا منو ببر تو. نمیرم تهران. آره. بریم. ببین، صبر کن منم بیام جلو. اینجا انقدر تکون خورد پک پلوم له شد. صبر کن منم بیام. کاروانو بعدو بر زیر اون درخت تو سایه. چشم خانم، بزن نیسان جلاش کنم. میبرم تو سایه. دور از چشم اغیار. Thank you.
ننه رفت، برادر رفت، خواهر رفت، 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 رفت. بله خیلی ممنون آقای مکان. سلام آلی، سلام استرلی. کم فکر خیال پوست نابود میکنم. توی چی به احمد بگو؟ من چی بگم؟ مردی مرد خانواده فقط به نون آوردن تو خونه نیست که. مرد باید خودش باشه، باید اخلاقش باشه، باید نون آوردنش باشه. ببین مرد باید برای خانواده ایجاد امنیت کنه، صبور باشه، سنگ زیرین آسیا باشه. حالا اگه زن بد اخلاقی در آورد، مرد هیچی نداره. همین مینا اگر کم به خواب بد اخلاق میشه، به زمین و زمون گیر میده. حالا نه تنها مینا، مامان مینا هم همینطور. در این موارد مرد با چیکار بکنه؟ صبوری. همینطور که من کردم. 24 سال صبر کردم. 24 سال صبر کردم تا نتیجهش حالا ببینم. دیدی که کجا بود؟ چرا تنها؟ لنگ لنگون؟ این لاستیک کاروان ماست؟ بله. یعنی اینو به نشونه رفتن ما اینجا گذاشته؟ باره دیگه. یعنی چی که رفتن زنده ای؟ رفتن یعنی منی نداره، رفتن دیگه. مشت ما بنزین داشت ما میرفتیم. ما که هیچ جا نمیریم، شهر روز ترسید اینجا بمونه، رفتن جای دیگه. کجا؟ فکر کجا؟ الان کجا؟ نگران نباش، حتما جاشون خوبه دیگه، به ما که چیزی نگفتن کجا میرن. شازده مامانیت کو؟ تو جاده، تو کاروان، پهلوی پاسکا. اون وقت با کی؟ خودش با خودش، همه افراد پاسکا هم هستن دیگه. بچه رو بلی دست گل دستت گرفتی پاشدی هلاک و هلاک اومدی اینجا چیکار؟ به چه منظوری؟ جایی؟ مامانی گفت برو دنبال بختت، یعنی در واقع بیرونم کرد. نوه عاشق مادر بزرگ خسته و بیمارشو ول کرده وسط جاده به امون خدا که چی؟ بره دنبال بختش. بری هر کی میاد بریم ببینیم کجا ول کرده این دختر بدبخت تو جاده. با شفرولت بریم. بریم ولی استیشن پیکانم هست بکی. مال اونو دادیم دست مردم، خودمون شدیم صفیه سرگردون. آقا اوشنگ دیکه ننداز، درست این شفرات رو دادی دست من، اما این حرفا دور هم بودن اونو خراب میکنن. همه این حرفا به کنار، قرار نیست چه بده تو صابشی های منو نگاه کن. من با وجود اینجا چش ندارم آقاشی گوزنش بدینم، کرونم رو فراموش کردم و زنش سوار ماشین خودم کردم. من الان سوار ماشین آقا هوشن شدم نه ماشین شما. تازه اگه رنوی بنزین داشت که با اون میومدی. آفرین من، با این که به حساب نیمد با اومدنت ثابت کردی که خواهرشوهر شناسی. من هم خواهرشوهر میشناسم، هم همکاری کردم. میبینین که دارم ماشین هل میدم، برات نجیب نیست مرد ماشین هل میده. روشن شد.
الله سعید بیاد الله محمد بیراوند الله علی رضا جمالی تبار الله هوشیار خسروی الله نیما آدابند الله احمد مصطفایی الله سید امیر مهور الله حمید رضا مراتی حمید رضا مراتی رفته تلاوری علی اکبر عبدی الله محسن ابوالفتی الله گروهان در اختیار خود سربازا اضافت آسایشگاهی یادتون نره باید با شما خسته نباشید سلام علیکم اگه دنبال خانم بزرگ اومدید ایشون دستور دادن یه دونه وانت زوردار گرفتیم برای خودش و کاروانشون برن تهران ما وانت گرفتیم و رفتن امری باشه ببخشید خداحافظ شما یا علی بیای 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 کجا؟ کجا میرم؟ چیه؟ دوست دارم ما این کارو انجام بدیم. چه کاری؟ احترام خانمو برگردونیم دیگه. رنو این با که بنزین نداره. شما از ماشینتون به ما بنزین بدین. کوپنم داریم. میریم بنزین میزنیم. از اون برم میریم خونه حشمت سادات برش میگردونیم. خب مگه احترام خانم رفته خونه خاله حشمت سادات؟ این فرمانده که گفتش که می‌خواد بره تهران. داره حدس میزنه، نه؟ آره، حدسم هم درسته. برای اینکه اون مامانش از باغ رفت خودش هم رفت مامانش هر جا باشه خودش هم همونجاست بیاییم بنزین رو بدیم ما رایی کنیم سلام عزیزم سلام من آدم مادر. دل خواهرم مادر کجایی وقتی شما ایتیدار لای احترام قربونت بره درد و بلات بخوره تو سر احترام مادر بودی استراحت کرده بودی با آقا فراز ای مادر کجایی بردن. که ببینی بچت آواره بیابونو کو شده ای مادر قدر ای محبت و مهربانی بیدم همه فرا ندیده بودم که دیدم مادم اومد بزنم از اون چه میدرزیدم ای مادر کجایی چی شد هیچی رو نمیخونه چرا نوارش جمع شد چرا اینجوری شد فس نکن زودتر با که رنوه رو پر کن این پسره بلندشی بره ببینه این دخترش کجا رفت آخه پس که دارم میکی زنم پاس کن بابا بنزین نازنین رو چرا حروم میکنی میروز پان باش پرده تمام کنی دیگه زودتر بابا زود باشید دیگه ای کپل بنزین داریم بده یه رحمت رو کم نیارن رنوی قدرتی خود یه قطر بنزین هم نداره چی شدی؟ واقعا خوردی؟ بابا بلد نیستی بدش کن بگم بهرام بیاد بیاد بله محترم بچه ها ببینین شما الان توی هیجانات احساسات قرار گرفتید و دارید میتینگ مهربونی میان بچه ها من میدونم این معنازه شما ستا رو تیرتون کرده بابا این معنازه نقشه است ای بابا درسته من با این آقا شیکچه حرف نمیزنم و چش ندارم ببینمش اما خوشم نمیاد سرش طلاق بگیره بره بابا این معنازه طلاقیه و برو بابا
والا صاحب خونه خیالت راحت، بچه ها دارن با که بنزینتون رو پر میکنن. شما الان دوبار میتونی به تهران برگردی. ممنون از اینکه به حرفم گوش کردی، دوستتون دارم. ببین الان این باک لانوی پر بنزینه، پر خیالتون راحت مهناز خانم، لب به لب پره پره. مریش جان باش هفت هستن. خانم آقا این گوش کنی یه لحظه، من تو دورانی که ماشینم، یعنی همین رنوه، تو باکش بنزین نداشت، خیالم راحت بود که مهناز دیگه نمیتونه غر کنه بره تهران. خانم آقایون، من اطلاع دارم که مهناز و محترم و منیر و منیژه با هم دیگه نشستن صحبت کردن، تصمیم گرفتن اونی که باید بره دنبال احترام خونه هشمت سادات منم. درسته؟ بله، درسته. از من خواهش کرد که شما رو بفرستیم بری دنبال احترام. منم گفتم چشم. بابا این بنده خدام دلش میخواد تو برای خواهرت کاری کرده باشی. که برای خواهرم کاری کرده باشم؟ آره؟ بله. عاطفه و احساسات و مهربونی و خواهر برادری و از این مسائل عدیده. اما واقعیت محض اینه که مهناز میخواد با این بنزینایی که شما میریزین تو ماشین من پاش برسه به تهران با من قهر کنه. که دوباره با من قهر کنه. که سه باره با من قهر کنه. که چهار باره با من قهر کنه. که 60 باره با من قهر کنه. که 100 باره با من قهر کنه. دیگه خسته شدم، چقدر قهر کنه؟ مگه نه؟ راست میگم؟ مهناز جون، اگه واقعا میخوای برای قهر بری، این کارو با بهزاد نکن. بشینی ما هم صحبت کنیم. مهناز، اگه کلک بزنی ما احساس مسئولیت میکنیم. مهناز خانم، واقعیت داره؟ نه بابا، خیالتون جمع باشه. ما میریم خونه خاله حشمت سادات، احترام خانم و حاج خانم رو بر میداریم میاریم باغ. اصلا میریم که احترام خانم رو پیدا کنیم. بدبی نباش دیگه بساد، بدبی نباش. بریم دیگه. این برای در مرجور حسابشو بکنی خودت باید بری دنبال احترام. بهرام نمیشه بره چون بزرگ ماست، من نمیتونم برم چون باش قهرم. بیشنم که اینجا نیست، حالا اون بودم نمیرم. بهروزم مقابل اعتماد نیست، نمیشه روش حساب کرد. اینه که خودت باید بری داداش، برو خونه این حشمت سادات ببینین احترام اونجا هست یا نه. همین، به دلتم بد نیار، برو به سلامت. خیر پیش. خوابیده بودی، استراحت کرده بودی. با آقا فراز نوه شما صحبت کردم. گویا آمادگی تشکیل یه زندگی داره. قدر این محبت و مهربانی بدان. ارزش و درخشش یک انسان به مهربانی و عقل اونه. شهرام جونم آفرین آفرین، بزن اونم بزن. بس نوبت منه، کوپون تموم شد. اصلا منو خورد نکنی، بزن اونه دیگه، بزن. نمیبینی؟ نمیبینی؟ زن بزن اونو. آفرین، سر هزار امتیازت هم گرفتی ها. بس نوبت منه، برم هم بینیم بابا. اما یکی به این شهر روز یه چیزی بگه. بین محمد اوفی در قرن هستاد جوان آفتایت لبان نکن. نه خواهد دارم.
توان آنکه پایاب نوان من لبان صده دید صده دید. خوبی؟ ببین عجیبه آ، من تا حالا نه برای این مغازه آگهی دادم نه همچین تصمیم داشتم که بخوام آگهی بدم. یکی پیدا شده اصرار و اصرار که اینجا رو من بفروشیم. گفتم مگه سر بابا تو چاله؟ بهنم کن بابا، من اینو دادم به زنم، درست رو بنوشتن کردم ولی مال اونه، هر تصمیمی که بخواد اون میگه به من حتی نده. که ببین بابا، این حرفا رو داری میزنی که یعنی من پول ندارم بفرستمت خارج؟ ببین داره حرف من در میاد دوباره. ببین ببخشید بیا. ببین یه حرف عجیب میزد، گفت ساعت سال پیش اینجا مال ما بوده. گفتم خب بابا اینجا احساسات داریم. گفتم خیلی خوب، حالا مال ماست، ما بهش احساسات داریم. بعدم مال من نیستش که، مال همسر منه، به نامش نکردم ولی میکنم این کارو. خب هر تصمیمی که ایشون بگیره. ها اگه این حرفا رو میزنی که اول من بپذی بعد بفروشی، پختن نمیخوام. من اینقدر پختم که سوختم، هدیه‌ام نمیخوام. اصلا میدونی این الانگور که خریدی این گوشواره، من که نخواستم اونجا بفروشم. نمیشه اینه حرف بزنی تو. چیه؟ در من نگاه میکنی بره بر نخو نخو. خوشبحال این هوشنگ. ببین چه حالی داره با بچه هاش بکنه. ایوالا خوش که من جای اون بودم. آدم حظ میکنه واقعا. هوشنگ؟ بله. یا بله یا میخواستم به جلسه ای بذاریم اینجا در مورد فروش باغ با هم صحبت کنیم. باغ؟ فروش باغ دیگه چه صیغه ایه؟ جدیده؟ هوشنگ داری یه میلیون من قرض بدی؟ چه که خودم بهت میدم. شما چی داداش؟ داری؟ سیصد تومن به یکی بده کارم، 200 تومن به یارو کپون فروشه افشینه، 600 تومن هم به یارو مرزی باید بدیم قراره بچه خارج کنه از مرز. رو هم میشه کسد. صدش جوره، یه تومنش جور نیست. همین خواهم داری یه میلیون بدی؟ پست بیدم ها؟ نمیشنی چی بگم؟ داری نداری؟ نمیشنی؟ من که ندارم. من خیلی خوب، آفرین. اینا هم ندارن. باغو نمیشه فروخت، همین باغی که ما رو دور هم جمع کرده. هوشنگ خان من دارم میرم، یه چک به این قاچاقچی میدم، به مادرم پیغام بدیم بیاد اینجا راجع به فروش باغ با هم صحبت کنیم. وقتی نداریم باغو بفروشیم. پیشان جون من 60 متر بانک دارم، 2 تام قالیچه ابریشمی دارم 12 متری که میدم بانک کارگشایی، یه خط تلفن هم دارم تو خوشویی. اینا رو همه رو هم دیگه 400 تومانی میشه. اینا رو میدم بهت قرض.
ترازی داد و نه دو فان فان بیژن چیو بچه همه پاشیم بیاین اینجا من بمیرم تو خونه که باعث زاق نشینی من شد پامو نمیذارم آره بابا سلام امو. سلام دایی. شو دوباره اومدی ها؟ اومدی حتما یک کار بکنیم باقا بفشین ها؟ دیگه واقعا این ماجرای قهرآشتی شده یه مسئله آزاردهنده که جدن باید پیگیری بشه. نگاه. ما قرار بود فردا بریم تهران. اولا میخواستیم بریم دم خونه عمو بهزاد. اما این مهناز خانم کلک زد. زرنگی که تا پاشستی تهران قهر کرد. حالا عمو بهزاد بس نشسته تو خونه. میگه من غمگینم، من علم، من بلم، من احساسم عزاداره. من اصلا توان رفتن خونه حشمت ساداتو ندارم. حالا باید بریم اول احساس اونو از عزا در بیاریم. حالا که عمو بهروز فهمید اول میخوایم بریم خونه عمو بهزاد میگه من نمیام. چیکارش کنم؟ نه بابا. اصلش اینه که بابا دایی بهروز گفته ماشینو پس بده. دایی بهروز اصلا متوجه نیست که پیکان ما خرابه. تازه نگفته پس بده، گفته قرض بده. آره. همش میتینگ میاد. من نمیدونم. حالا کلا مسئله ماشینه یا مسئله چیز دیگه یا کلا سلسله مسائلیه؟ این مسئله باید همینجا بررسی بشه. بسته دیگه بریشه. تکرار نکن. ما تو خونه نمیریم. پامونو تو خونه ای که به خاطرش رفتی بدبختی و مستجلی نمیذاریم. بریم. خودتون بری خونه ای آقاشی که احساسو که از دریم. بعد بریم بگردیم آبجی احترام پیدا کنیم برگردونیم. بریم. به من چی کار داری؟ ولم کنیم. من نمیام. من اینجا خواهم. تشریف ببرید کنار. تشریف ببرید کنار. روشک سویچ فقط یادت باشه بالاخره شفراره تو هم من گرفتی. یادت رفته اون سری گفتی سیم پس این ماشین متعلق به تو خواهد بود؟ یادت رفته؟ بهروز جان نه گوش کن. نه. آبا گوش کن. اوهو گوش کن. بله. همون موقعی که بهت گفتم ماشین رو بهت میدم همون موقع هم گفتم به نامت نمی کنم. بابا پیکان خرابه. تو هم که میگی نمیام بابا چی بریم؟ نه.
بالاخره کار خودتو کردی. ویلکم بابا، خیلی بیمنطقه این. نه نه نه، همون بهتر که نیاد قاق بمونه. ماشین پیدا نشد، گفتم صبح زود همینجا برم. برو برو، همینجا میگم میخوابم. آقا میشه بیدارم همینجا، بیا بید بزنید من میخوابم. حالا ایشون چرا رو ننوی ما میخوابه؟ یکی ننوی ما رو صاب میشه، یکی شبرلت همو پس میگیره، یکی باید ببینم اینا کجا میری؟ دیوونه چرا زن؟ بلش کن، اون خواب چی کارش داری؟ وا خوابیده دیگه، برای خودش چی کارش داری؟ شما صحبت رو میخوردین بعد رو میفتدین شما هم سرقه سر شما یه صحبه یه صحبه یه اومد اونجا صحبونه رو خونه بهزاد میده. آها، داریم بریم بهزاد رو سوار کنین که بریم خونه خالش من سادات به بدنده قرباره شکماتون زیره یا با تو خنده دار احمد. دست شما در نکنه، قبول کنیم باقو بفروشیم دیگه خنده دار نیستیم. آقا بیشه چشماتو بذار رو هم، بگی بخواب که اعصابت خیلی خوبه. خواب بخواب برم الهی، دیشب ما این روی ننو خوابمون برد، یکی نگو بیا پایین کبدو بذار که درد نکشی. اینقدر حرف بی خود میزنی، سه بار خودم اومدم پرت و پلا بارم کردی، نمیشه طرف تو اومد. من همین سر جاده پیدا کن، باید دارم مغازه کار دارم، همه آگهی میدم برای مغازه. اون کاغذ ورده بیار با تو هم. باشی باشی باشی. کیه؟ فکر کنم دایی داره خودشو غرق میکنه. دایی جان، دایی دایی دایی، یه لحظه صبر کنی دایی. دایی جان، دایی شما زن بچه‌تون رو کجا بردین؟ اونا کجا؟ شما کجا داری میری؟ بسته دیگه، به خدا جدا بودن بسته. دایی اجازه بدین قدر این فرصت با هم بودن رو بدونیم. تو اگه فکر کردی که من اگه خرم که میذارم دوروبر دخترم به فکر که خر خودتی، خب؟ اونا من اینجا بردمشون که دست شما بهشون نرسه.
داخله. انگولکش نکن پسر، خراب میشه. بیا بخوری صبحونتونو، یه استراحت کوچولو بکنی تا زور نشده بعد خونه خاله حشمت سادات باشی. ما برام جون ببین گله چیه؟ دستم پر بهش قش کرد. ای بابا حالا چه موقع این حرف هاست؟ سود بخوریم بریم ببینیم این احترام رفته پیش مامان یا نه. شما ماشالله چه دلگنده اینا. احترام پیش مامان هم نباشه جاش امنه. که میخوای آشتی کلی خودتو زدی به دیگر یه دیگه برام. منم همین عقیده رو دارم. مامانی گم نشده، به سرقت هم نرفته، فقط دل خاله برای آشتی لک زده. خوبه تو این گل قهره. آه. دست بهش بزنی خودش رو جمع میکنه. سود بخورین صبحونتونو تا زور نشده بعد خونه خاله حشمت سادات باشیم. شدم این اینایی که زنشون چهار صبح میبینن تمام فک و مافل یارو همون چهار صبح میریزن تو خونه یارو صبحونه میخواد. جنازه یه طرف مشت قبرستون نیومده، همه دارن صبحونه میخورن. بابا زن من نمرده، زن من نمرده. قوی باش، قوی باش امان. من بهت قول میدم که مهناز خانم دوباره به این خونه برمیگرده، اینو مطمئن باش. مثل این گلای قهری نباش تا به دست بزن رنجیده بشی. قوی باش مرد، قوی باش. برم کن تو چی میگی بابا؟ گفتم